به خدا و با عرض سلام به خبرهای هفته شام از یک خوش آمدید من احمد شاش نشست تازه شورای امنیت سازمان ملل متحد روز چهارشنبه در مقر این سازمان در نیویورک برگزار شد در این نشست فرستاده ویژه دبیر کل سازمان ملل برای افغانستان تأکید کرد که تحریم های بین المللی موجود وضعیت داری در افغانستان را پیچیده کرده است. در همین حال نمایندگان شماری از کشورهای یونما در کشور در برای فعالیت افغانستان مسائل سیاسی وضعیت سی سی بشری و پیشرفت ها در زمینه حقوق بشر در افغانستان نیز بحث کرده اند. نمایندگان روسیه و چین در نشست شورای امنیت سازمان ملل از افزایش فعالیت داعش و القاعده در افغانستان ابراز نگرانی کرده اند. نمایندگان این دو کشور از امارت اسلامی می خواهند که با گروه های حراس افغان در افغانستان مبارزه جدی کنند. در همین حال آگاهان سیاسی مبارزه با گروه های حراس افغان را نیازمند همکاری های مشترک می دانند. سرپرست وزارت خارجه میگوید که با دیپلماسی قوی در راستای رفع تحریم ها و بیرون کشیدن نام های برخی از مقام های امارت اسلامی از فهرست سیاه پیشرفت های چشمگیری داشته اند آقای متقی در بخشی از سخنانش در برای واکنش ها به قانون امر به معروف گفت که این قانون مشکلی با مردم افغانستان به ویژه زنان ایجاد نکرده است و همچنان میگوید که شماری از سفیران حکومت پیشین افغانستان اموال برخی از سفارت خانه های کشور را به فروش رسانده اند روسیه از امارت اسلامی افغانستان برای اشتراک در نشست منطقه فارمت مسکو دعوت کرده است. دیمتری جیرنوف سفیر روسیه در کابل تای دیدارش با امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه گفته که داشتن روابط با امارت اسلامی برای کشورش مهم است. کمیته روابط خارجی کانگرس امریکا بار دیگر آنتونی بلنکن را برای پاسخگویی در باره خروج نیروهای امریکایی از افغانستان در سوم میزان احضار کرد این کمیته تهدید کرده که اگر وزیر خارجه آن کشور از حضور در کانگرس خودداری کند متهم به توهین به کانگرس خواهد شد سارا فلاحی نماینده مجلس اسلامی ایران با انتقاد تند از حضور پناهجویان افغان آنان را متهم به ترور و ناامنی در ایران کرد او از مقامهای ایرانی خواست تا از ورود پناهجویان به ایران جلوگیری کنند ریاست رسیدگی به حوادث و اطفایه وزارت داخل از فراغت شماری از کارمندان این ریاست از یک دوره آموزشی ارتقای ظرفیت خبر میدهد. رئیس عمومی این ریاست میگوید که در دوازده همین دور فراغت این کارمندان پنجه و چهار تن سند فراغت گرفتند. در همین حال شماری از فارغان این مرکز از, بر... از برگزاری این برنامه آموزشی قدردانی می کنند. و در مهمترین های از جهان هم رسانه های دولتی کوریای شمالی گفته اند که این کشور روز چهارشنبه موشک های جدید کروز اصلاح شده و موشک های بالستیک جدید با کلوهک های فوق بزرگ را آزمایش کرده اند در همین حال نماینده فلسطین در ملل متحد گفته که قطع نامه آخر این سازمان در برای سرزمین های فلسطینی نقطه عطف در مبارزه مردم کشورش برای آزادی و عدالت خواهد بود این بود مهمترین و ترین خبرها تا این ساعت از یک از توجه و همراهی شما سپاسگزار وقت بخیر خدا نگهدار